سلام، سرخط خبرها. مزدور ساختن عقض پول تقاعد از سوی رهبر طالبان، قومگرای طالبان بر رشد داعش، جانباختن 11 کودک در غزنی و هرات و مزدور ساختن شماری از مراکز آموزشی در کابل. ادامه خبرها. هبت‌الله در فرمان عقض پول تقاعد را برای همه ادارات دولتی مزدور ساخته و گفته آن را عملی کنند. منابع میگویند که طالبان در کابل شماری از مراکز آموزشی خصوصی را به دلیل جذب دانش آموزان دختر بالاتر از 12 سال مزدور ساختند. اشمت غنی میگوید که هیچ کس در کابل حاضر نشد خانه ای را با گلبن حکمتیار به کرایه دهد. CNN گزارش داده است که قومگرایی افراطی پشتونی طالبان دیگر اقوام را به سوی داعش میراند. فرمانده پیشین سنتکام میگوید که داعش در کشور آزادی عمل دارد. طالبان نوتن را در ایالت‌های فاریاب و خوز در معذر عام شلاق زدند. طالبان ده ها کارمند دولتی بجا مانده از دوره جمهوریت را در تخار برکنار کردند. 9 کودک به اثر انفجار ماین در غزنی جان باختند. در اثر انفجار ماین در هرات 2 کودک دیگر نیز جان باختند. یک فعال حقوق آموزش برای 1000 دختر و پسر در کابل زمینه آموزش را فراهم کرده است. پاکستان میگوید که حمله بر مهندسان چینی در کشور زیر سلطه طالبان در ریزی شده بود و دادگاه عالی اسلام آباد حکم 14 سال زندان عمران خان و همسرش را تعلیق کرد. رویدادهای شامگاهی را از خراسان اینترنشنال دنبال کردید. شامتان بهروز.